سلام دوستای عزیز، ارادت. امروز یه غذای خیلی جذاب داریم و اینکه این غذا خیلی مخاطب داره. در عین حالی که ساده هستش، مخاطب خیلی زیاد داره. و این غذا چقدر خوبه که با دستپخت یک استاد خیلی خوب، یک کسی که من به شدت بهش ارادت دارم، دوستش دارم، درجه یک بی‌نظیر. رامین عباسی. خیلی مخلصی. سلام، خوبی؟ خیلی خوش آمدید. خوبی شما؟ خودتو معرفی کن. سلام و درود. امیدوارم که سلامت باشین و با هم دیگه با زواره عزیز امروز قراره که حسابی یه پیتزای خانگی، نه خیلی تخصصی، سعی کردیم امروز با هم دیگه یه پیتزای خیلی راحت که به راحتی درست بشه و بقیه هم بتونن تو خونه یه پیتزای رستورانی رو تجربه بکنن. من اصلا اسم غذا هم نگفتم به خاطر اینکه خودش بیا تعریف کنه که اصلا چی هست، داستانش چی هست و چطوری درست میشه. رامین جان، این شما، اینم پیتزا. بگو چطوری درست کنیم، چی بزنیم توش. اوکی. عرضم به حضورتون، آرد، آب، شکر، نمک، مایع خمیر، بهبود دهنده و روغن زیت. آرد اول الک میکنیم. آره. مای خمیر و شکر رو با هم ترکیب میکنیم. شکر کار کاتالیزور رو انجام میده، مای خمیر خب بهتر میدونی خود یه تک سلولیه که موجود زنده. بله بله، که شکر هم غذا شده. دقیقا. و با آب بلم یه مقدار ترکیب میکنیم، 10 دقیقه میذاریم در دمای محیط بمونه تا هم از سالم بودن مای خمیرمون مطمئن بشیم و همین که توی فرآوری خمیرمون خیلی بهتر میشه. هستن میتونن، من بوده انجامم دادیم که این عمل انجام ندن، مستقیم به آرد اضافه بکنن، ولی اینجوری بهتره. این مرحله‌ای که ما با هم دیگه انجام میدیم دیگه، بعد ببینیم چه کار میکنه. آبی که برای مایع خمیر استفاده میکنم، جالب، این خیلی مهمه. باید از آب اصلی، حالا مواد و مقدارش توی کپشن خواهد اومد. آره. از همون آبی که اندازه گرفتیم برای اون فراوری مایع خمیر و شکرمون استفاده بکنیم. درست. به خاطر همین من اول از همون آبی که اندازش رو گرفتم دقیقاً بهش مخمر رو اضافه می‌کنم. بله، شکر و مخمر رو با هم دیگه و ترکیب می‌کنم. می‌خوای اینم مفتوح که خاصی اگر تو آب اضافه کنی اینم قاشو. سعی کنید زمانی که می‌خواید مایع خمیر رو و شکر رو با هم ترکیب کنید از قاشق چوبی استفاده بکنید. قاشق کروم داره و تحسین داره. اصلش اینه که ظرف باید سفالی باشه، قاشق باید چوبی باشه و این خیلی مهمه، این مسئله که داریم انجام میدیم. باش، من مایه خمیر و شکر رو با هم ترکیب میکنم و یه حدود 10 دقیقه 7 دقیقه تو دمای محیط، زمانی که مثل الان که فصل تابستونه، گرمه، خب تو دمای محیط به هر حال گرما وجود داره، سریعتر این عملاوری به وجود میاد، ولی زمانی که سرده، یعنی به این فصل که داریم نزدیک میشیم، فصل تابستون و چیز فصل پاییز و زمستان، این بهتره که یه سلفون کشیده بشه، قسمت گرم آشپزخونهشون قرار بدن که سریعتر انجام بشه. توی زمستون قسمت گرم آشپزخونه. بعد روش یه تلفن میتونیم بکشیم، یه تلفن میکشیم و عرضم به حضورت که خب میذاریمش من... یه جا تا این عملواری به وجود بیاد. به خاطر که خمیرمون بهتر بشه، مثل کاری که داخل برای درست کردن کیک انجام میدن، اکسیژن وارد آرد میکنن. اگر بله، اگر یادشون رفت، با دست میتونن به راحتی اون پوشو به آرد بدن و اکسیژن وارد آرد کنن. اگر یادشون باشه از دقیقه اول، از زمانی که میخوان اون خمیر رو به وجود بیارن درست کنن، حتما الک بکنم، هوا دهی بکنم. خب من داخل همون خمیرگیرم این کار انجام میدم. زحمت آره. میکشین الک رو بزن من بهت بدم. مرسی، ممنون. اینم از الکمون. خب آردمونم حالا تو کپشن ما مینویسیم اندازه‌شو، ولی آره. من برای این اندازه به مقدار 1 کیلو آرد استفاده دارم. مواد خشکمونو مثل بهبود دهنده، عرضم به حضورتون، مثل نمک. رامین، بهبود دهنده چیکار میکنه توش؟ برای بهبود دهنده بیشتر برای انسجام خمیر به کار میره، یعنی هم اون حالت خمیر خودشو نگه میداره و خب یه جور کمک رسانی به همون بحث گلوتن آرد، بحث مایع خمیر ماست.
بهبود دهنده رو ببین جلال، نزدی هم هیچ مشکلی نداره، ما تو ریسیپی داریم، من خودم اصطلاح تو یه سری از ریسیپی ها بهبود دهنده استفاده اصلا نمی کنم. یعنی فقط نمک، شکر، آرد، آب و یک مقدار روغن. حالا اصطلاح علمی همون آلاستاسیته که بله خمیر یا همون کیسانی رو کیسانی خمیر رو بهتر میکنه. بله دقیقاً، مرسی. نمک رو من یه توضیح بدم، خیلی ها تو یه سری ریسیپی ها نمک میدونی خب کارش کنترل کننده یه مایه خمیره. اگر ما نمک نزنیم مایه خمیر هی عملآوریش بیشتر میشه و اصلا نمک کن. خیلی توی خیلی از ریسیپی ها هستش که نمک رو بعد از اینکه مایه خمیر اضافه شد، خمیر گرفته شد، حتی پروف شد، خمیر ور اومد، بعد میان مایه شکر رو اضافه نمک رو اضافه میکنن و دوباره خمیر رو ورز میدن و استفاده. اما ما الان چون عامیانه و داریم خانگی یه جورای آموزش میدیم، میتونن اضافه کنن. عرض کردم هیچ مشکلی نداره، من الان نمک رو بهش اضافه میکنم. مخمر نمک رو دوست نداره در اصل، بهبود دهنده. آره، و اصلا نمک جلوی رشد زیاد مخمر رو میگیره. دقیقا. و اگر نمک بیشتر از این باشه کلا مخمر رو میکشه، کمتر از این هم باشه مخمر شروع میکنه هی بیشتر عمل کردن. ولی این مقدار نمکی که توش ریخته میشه، این پروف یا رشد مخمر رو یک نواق و یکسان میگن. دقیقا. مرسی. دقیقا. خب بذار من دم دستتم مرسی کنم. شما بگو داستانش چیه. مرسی. ما الان بهبود دهنده و نمک رو به آردمون اضافه کردیم. مایه خمیرمون هم که کاملا مشخصه که مرسی. نه کاملا مشخصه که عملواری ماده سالمه. این الان ما خیالمون راحته که مای خمیرمون سالمه. مای خمیر، شکر و آبی که با هم ترکیب کردم و اضافه میکنم. درسته. سپس آبم رو اضافه میکنم یک مقدار که خمیر خودش رو گرفت، روغن رو بهش اضافه میکنم. خب آب رو بعدش بهش اضافه میکنیم. آب در فصل تابستون باید ولرمتر باشه، یعنی حتی آب دمای محیط هم شما به راحتی میتونید استفاده کنید، آب در دمای محیط بمونه و اصلا احتیاج نیست آب شما ولرم باشه. ولی در فصل زمستون و پاییز بهتره آب بین 25 تا 35 درجه باشه. آب اضافه میکنم و شروع میکنیم هم زدن. خوبی شروع میکنم. فول کردن یا هوادهی که به خمیر ما انجام میدیم خیلی مهمه. حتی نوع ورز دادنی که به هر حال بچه‌ای که کارشون بیکریه، خب بسیاری مسئله که به این صورت حتما باید خمیر باعث با کجای دست؟ با من با این قسمت دست هستم، کفی دست. اینجایی که بله. هول میدن دیگه. ولی یه تکنیک دیگه هم هستش بهش میگم فرسش کردن، فرود آمدن هواپیمان توی وان یه همچین حالتی داره. روی خمیرم این کار رو انجام میدید، درسته؟ بله دقیقا. عرضم به حضورت که فقط چیزی که من همیشه میگم توی موقع خمیر درست کردن یا طور هر غذایی، تو هر غذایی که دارم انجام میدم و شاید حالا جالب باشه برای بقیه، این کلمه رو به کار میبرم، اینو چون من کتاب روانشناسی خیلی میخونم جلال، میگم دستای من جادویه، باعث خوشمزه شدن این خمیر من میشه. تو ذهنم و مدام اینو میگم، هر کاری که دارم میکنم، سس درست میکنم، غذا درست میکنم، همیشه اینو میگم، میگم دستای من جادویه، باعث میشه که غذای من خیلی خوشمزه بشه. دستای جادویی تو دست ما هم بزن. خب جلال جان، من این الان دیگه خمیرم و خودش رو گرفته، حدود 15 تا 20 دقیقه میذارم یه مقدار این پروف بشه، بعدش منتقلش میکنم تو یخچال.